دستگاه اطلاعات ملی اراق روز شنبه پنجم اسفند از دستگیری دو تن از خطرناکترین سرکردگان گروه تندروی سنی داعش در خارج از مرزهای کشور خبر داد. خبرگزاری نون به نقل از بیانیه دستگاه اطلاعاتی عراق گفته که این دو نفر در وحشیانه ترین جنایت های تروریستی در عراق دست داشتند. در ادامه این بیانیه آمده است، این دو نفر اسام عبد علی سعیدان ملقب به ابو زید و بشیر عبد علی سعیدان ملقب به ابو احمد اتصالات هستند که اولی خبرنگار بخش فلوجه بوده و در بریدن سر شهید کازم الرکابی سرباز عراقی دست داشته و مسئول تمام فعالیت های رسانهی باند های داعش در فلوجه نیز بوده است. در بیانیه مذکور با اشاره به اینکه این فرد همچنین در مستندسازی جنایت های داعش که مهمترین آنها کشتن دو سرباز عراقی به نام های مصطفی الازاری و سمیر مراد الدلوی بوده دست داشته است بر اساس بیانیه دستگاه اطلاعاتی عراق نفر دوم هم مسئول تمامی عملیات های تروریستی داعش در فلوجه پس از سال 2015 میلادی بوده و مسئولیت کدگذاری تماس های سرکردگان باند های داعش را بر عهده داشته است